سلام، من بهزاد واردی هستم و این هفته رفتم سراغ ترمو دتکتور بوش مدل PTD1 با قیمت 5,700,000 تومان تو سایت دیجی کالا موجوده در شهریور ماه 99. اگر خواستید میتونید تهیه بکنید. من تهیه کردم که ازش تو ویدیوهای نقد و بررسی و بخش نگاه اولیه ویدیوهای آنباکس استفاده بکنم. خیلی دستگاه پرکاربردیه این دستگاه، قطعا زیاد خواهیم دیدش توی ویدیوها. و بریم سراغ باز کردن جعبه و دیدن محتویاتش. ولی قبلش بعضی وقتا توی کامنت یه سری از دوستان می نویسن که مثلا خب دانشمند ما که می دونیم تو جعبه چیه، تو جعبه ترمودیتکتوره دیگه. راست هم میگن، واقعا تو جعبه ترمودیتکتوره. ولی هدفی که من دنبال می کنم از ساخت این ویدیوها اینه که خریدار بتونه اطمینان داشته باشه از اینکه کالایی که می خره آیا آکبند بوده یا نه، آیا باید پلمپ خاصی رو می‌داشته یا نه. اگر نداره، یعنی از طرف کمپانی اون پلمپ وجود نداره، حداقل حواسش به چه آیتم‌هایی توی جعبه باشه که اون آیتم‌ها حتما وجود داشته باشن و تو مسیر انتقال از کارخونه تا به دست مشتری برسه به دلایل غیب نشده باشن. با دونستن این موضوع میریم سراغ باز کردن جعبه این دستگاه که پلمپ بسیار خوبی هم داره و از نوع پرسی حرارتیه که به این سادگی نمیشه جایی درست کردی همچی پلمپی رو. پشت جعبه کارت گارانتی رو چسبوندن، بالای جعبه، پشت جعبه و اطرافش. اینو دیگه نمیشه با تیغ موکت بر باز کرد، حتما باید از قیچی استفاده کنم. خود ترمو دیتکتور رو داریم تو نگاه اول، بذارمش کنار. یه دفترچه راهنما این پایین گذاشته شده، یه جفت باتری جی پی آلکالاین، باتری قلمیه. کیف رو داریم و یک دفترچه راهنمای دیگه که باید بخونمش. فکر کنم اطلاعات خوبی داخل این یکی باشه. داخل جعبه چیز دیگه ای رو نداریم. خب بریم ببینیم که این دستگاه چجوری کار میکنه و چه مشخصاتی رو داره توی نگاه اولیه. با ما همراه باشین. این دستگاه ساخت مالزیه و تاریخ تولیدش هم روی برچسب ذکر شده. بازه اندازه‌گیری انفراردی این دستگاه برای دمای سطوح بین منفی 20 تا مثبت 200 درجه سلسیوسه و برای دمای محیط که توسط سنسور بالای دستگاه اندازه‌گیری میشه بین منفی 10 تا مثبت 40 درجه سلسیوسه. همچنین بازه اندازه‌گیری رطوبت محیط هم بین 10 تا 90 درصده. جاباتری این ترمومتر زیر دسته قرار داره که همینطور که ملاحظه می‌کنید باز میشه و با دو تا باتری قلمی تغذیه میشه. نحوه قرار گرفتن باتری‌ها هم روی درب ذکر شده. نور قرمزی که به شکل دایره‌ای از لیزر دستگاه خارج میشه برای نشون دادن محدوده‌ایه که دمای اون رو ملاحظه می‌کنی و کاربرد دیگه‌ای نداره، چون اندازه‌گیری دما توسط بخش بالایی انجام میشه که از طریق دریافت امواج اینفرارد یا فروسرخه. ساختار ترمودیتکتورهای اینفرارد به این صورته که در انتهای لوله‌ای که ملاحظه می‌کنید یک لنز مخصوص قرار داده شده. کار این لنز متمرکز کردن اشعه فروسرخ حاصل از گرمای اجسام روی یک ترموپایل یا باتری حرارتیه. این باتری حرارتی زمان که نور اینفرارد رو دریافت میکنه اون رو به گرما و گرما رو به الکتریسیته تبدیل میکنه. این الکتریسیته در نهایت به یک پردازنده ارسال میشه و اون پردازنده با آنالیز الکتریسیته تولید شده دما رو تشخیص و روی صفحه نمایش به شما نشون میده. حالا که با نحوه کار ترمومترهای فروسرخ یا اینفرارد آشنا شدیم، بریم سراغ دکمه های روی دستگاه. با فشار دادن ماشه یا این دکمه قرمز دستگاه روشن میشه. برای اندازه‌گیری دمای سطح اجسام این دکمه رو فشار میدید و با نشونه‌گیری به سمت هدف مورد نظر دماش رو ملاحظه میکنید. در نظر داشته باشید که برای مشاهده دقیق ترین دما باید تنظیمات امیسیویتی رو که با این دکمه انجام میشه دقیق ست کنید. امیسیویتی در واقع قابلیت تشعشع و ارسال انرژی یک سطح در مقایسه با سطح سیاهه. طبق دفترچه راهنما این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری دمای سطوح با امیسیویتی حداقل 75% و حداکثر 95% درجه رو داره. برای درک بیشتر شما این جدول رو مطالعه میکنیم. برای مثال آب و رنگ مشکی امیسیویتی بالایی رو دارن، در مقابل
معمول فویل آلومینیوم و نقره پالیش خورده رو نمیتونید دماشون رو با این دستگاه اندازه بگیرید. این دکمه هم برای پیدا کردن نشتی اطراف پنجره یا بازجو هست. ترمودیتکتور با در نظر گرفتن دمای محیط توسط سنسور دما و رطوبت روی دستگاه و مقایسه با دمای سطحی که به سمتش نشونه گرفتید از طریق رنگ LED بالای صفحه نمایش به شما هشدار نشت حرارت رو میده. و در نهایت دکمه مالد وارنینگ یا هشدار کپک و قارچ که در این حالت دستگاه با کمک سنسور دما و رطوبت نقطه شبنم رو محاسبه میکنه و با مقایسه با دمای سطح مورد نظر به شما هشدار این رو میده که چقدر احتمال بروز کپک یا قارچ در محلی که دستگاه رو به سمتش نشانه گرفتید وجود داره. خب اینم از نگاه اولیه. مرسی که ویدیو من میبینید. اگر که سوال در مورد این محصول داشتید حتما توی کامنت بپرسید، سعی میکنم جواب بدم. اگر که ویدیو رو در اینستاگرام دیجیکالا مک مشاهده میکنید توی قسمت کامنت آیدی اینستاگرام من رو تگ بکنید که بازم اونجا متوجه کامنتتون بشم و پاسخگو باشم. یه نکته در مورد ویدیو هفته پیش، من یه اشتباه تایپی داشتم و لغت نویز رو اشتباهی با سی تایپ کرده بودم توی ویدیو و خواستم که الان اصلاحیش رو بدم و عذرخواهی بکنم، یه اشتباه تایپی بود. ممنون از دوستان که توی کامنت این موضوع رو گفتن، واقعا دستون درد نکنه چون ویدئویی که توی وبسایت خود دیجیکالا آپلود شد این مشکل رو به واسطه کامنت شما دیگه نداره. مرسی، اوقات خوبی داشته باشید. فعلا.